قسمت هفتم داو جان چی در نظر دارین که امروز روی چی موضوع صحبت شوه؟ یونس صاحب شما در مورد کتاب مقدس هم در مورد عهد عتیق و هم در مورد عهد جدید معلومات فشرده دادین. اگر شما موافق باشین امروز در مورد بعض سوالاتی که در مورد کتاب مقدس وجود داره سر از او صحبت کنیم. بسیار خوب است. اگر شما هم کمک کنین که بتانیم با هم به این سوالات جواب بگوییم. خب ما سوال اول خود این قسم می کنیم که آیا یهودیان کتاب مقدس قبول دارن؟ یهودیان عهد عتیق کتاب مقدس قبول دارند اما عهد جدید از طرف خدا نمی دارند. یونس منظور مسیحان که میگن کتاب مقدس از طرف خداست چیز؟ باید به شما عرض کنم که ما مسیحان وقتی که میگیم کتاب مقدس کلام خداست منظور ما این نیست که کلمات کتاب خدا به نویسندگان مختلف او دکتی کده و یا ای که خدا به اونا نکته به نکته گفته و اونا او را نوشته کدن مثل که یک رئیس به سکرتر خود چیزی میگه و او نقطه به نقطه او را نوشته میکنه وقتی که ما این کتاب ها را میخوانیم میبینیم که از نظر سبک نویسندگی و یا طرز نوشتن یک کتاب با کتاب دیگه فرق داره کتاب که موسی نوشته کده با کتابی که داوود نوشته کده فرق داره و یا کتابی که یوحنا نوشته کده با کتابی که پولس نوشته کده فرق داره پس این کتاب ها را که انسان های مختلف نشته کرده اینا مثل کتاب معمولی که دیگه مردم نشته میکنن و اشتباهات دارن و اینا هم اشتباهات دارن نه به هیچ صورت اگرچه کتاب ها توسط اشخاص مختلف نوشته شدن اما ما اونا را کلام خدا می دانیم و ایمان داریم که کلام خداست ما معتقد هستیم که خدا با روح خود ای اشخاص که ای کتاب را نوشته کردن به شکل رهنمایی و هدایت کرد که نوشته های اونا کاملا صحیح و خالی از اشتباه باشند ما ایمان داریم که خدا حقایق الهی و اراده مقدس خدا به انبیا شناسان که اونا بتانند پیغام او را به گوش مردم برسانند به این ترتیب خدا حقیقت خود به کسایی که خودش انتخاب کرد تا این حقایق نوشته کنند شناسانید هر کدام این نویسنده با قلم خود مطابق به خصوصیات انسانی خود تحت تسلط و رهنمایی روح خدا کلام او را به ما نوشته کردند در انجیل مقدس و یا عهد جدید کتاب مقدس میخوانیم زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواست انسان به وجود نیامده است بلکه مردم تحت تاثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند یعنی خدای اشخاص با روح خود ادایت کرد تا کلام خدا را با الفاظ و کلمات خود به ما نشته کنند بله ما مسیحیان عقیده داریم که کتاب مقدس با دیگر کتاب های جهان بسیار فرق دارد ما عقیده داریم چیزی را که باید درباره خدا بدانیم در این کتاب ها یافت میشن ما به وسیله این کتاب و یا به صورت یک جایی کتاب مقدس وظیفه خود درباره خدا و هم در مورد هم نوان خود خوب میدانیم این کتاب در مورد نجات دهنده یعنی ایسای مسیح با ما صحبت می کنند که او یگانه کسی است که انسان گناهکار را می تبدیل کند و دنیا را به شکل تغییر بده که خدا می یونس ما می دانیم که در دا دنیا فرقه های مختلف مسیحی وجود دارند آیا تمام اونا به این 66 کتاب که در کتاب مقدس است ایمان دارند بله تمام فرقه های مسیحی ای 66 کتاب کلام خدا می دانند و به درستی و حقانیت او ایمان دارند و این کتاب را اساس اعتقاد خود و روش زندگی خود می دارن. ای واضح است که در کتاب مقدس 66 کتاب وجود دارد که در دا مدت صدها سال از طرف نویسندای مختلف به هدایت روح خدا نوشته شدن آیا کتاب های بعدی کتاب را که پیشتر نوشته شده منسوخ کردن؟ شما گفتین که کتاب مقدس به دو حصه تقسیم شده عهد قدیم و عهد جدید و یا انجیل آیا عهد جدید عهد عتیق منسوخ کرده؟ داود جان ما مسیحیان هرگز به این عقیده نیستیم که خدا کلام خدا باطل و یا منسوخ بسازه ما به این معتقد نیستیم که یک کتاب جای کتاب بعدی را گرفته باشه و یا او را منسوخ کرده باشه مثلا ما به این عقیده نیستیم که انجیل تورات منسوخ کرده باشه به خاطر که عیسی مسیح می فرمایه، فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته پیامبران را منسوخ و باطل نمایم نه آمدم تا منسوخ کنم بلکه تا آنها را تمام کنم در اینجا عیسی مسیح چقدر به صورت سریع و واضح فرموده که انجیل تورات منسوخ نمیکنه بلکه تکمیل میکنه. خدا گذشته و آل و آینده را در یک وقت میبینه. او چیزی نمیگه که درباره او علم نداشته باشه و پسانتر او را باطل بسازه بله داود جان به این شکل نیست که کتاب بعدی که از طرف خدا عطا شدن کتابای قبلی را باطل کنن بلکه در مورد حقایق الهی به ما انسان ها فهم کاملتر تر به این خاطر ما مسیحیان تمام ای 66 کتاب را مطالعه می کنیم تا خدا تعلیم و درسی را که می به ما بده خوبتر و کاملتر یاد بگیریم و بفهمیم اگر کسی کتاب نوشته کنه که به اوامر خدا مطابقت نداشته باشه واضح است که او هرگز کتاب خدا نیست به خاطر که خدا هیچ وقت بر خلاف کلام خود سخن نمیگه یونس صاحب مردم میگن که مسیحان کتاب مقدس خدا تعریف یعنی دو دست زدن و کلمات و رو تغییر دادن دا ای باره شما چی گفته میتونین؟ ای یک اتهام محض است که میگن مسیحان کتاب مقدس خدا که آلی در دسترس شانه است تعریف کردن ما کتاب مقدس خود بسیار دوست داریم و برای ما بسیار عزیز است در هیچ دوره مسیحیان به اشخاص شریر اجازه ندادند و نمیتن که چنین جسارت را در تغییر دادن کتاب مقدس نموده باشند بر علاوه ای که آل نسخه های خطی کتاب مقدس به زبان یونانی وجود دارند که اضافه تر از 1600 سال سابقه تاریخی دارند و ترجمه های کتاب مقدس از روی این نسخه های قدیمی صورت می گیره. ما به این عقیده داریم که کلام خدا برای تمام نوع بشر است و تمام انسان ها باید کلام خدا را به زبان خودشان بدانند و مطابق به آن زندگی کنند مسیحیان کوشش زیاد کردند و به این کوشش هم ادامه میتن که کتاب مقدس را به تمام زبان های دنیا ترجمه کنند تا هر کس بتانه به زبان خود او را بخواند جای شکر است که ما انجیل مقدس به زبان دری و پشتو داریم و برای مطالعه تمام کتاب مقدس از ترجمه های فارسی استفاده می کنیم. کتاب مقدس و یا قسمت های او به بیش از دو هزار زبان دنیا ترجمه شده تا هر کس بتانه به زبان مادری خود کلام خدا را بخواند. زبان خدا به حیث وسیله افهام و تفهیم خلق کده. هیچ زبانی در جهان مقدس و نامقدس نیست تمام زبان‌ها در نزد خداوند یکسان هستند جای شکر است که پیام خداوند در تمام زبان‌ها یکسان و یکی است